سلام به همگی، امشب اومدم با فیلم برد باکس. اگه قلب ضعیفی دارین اصلا بهتون دیدن این فیلمو پیشنهاد نمیکنم، چون که پر از هیجان، ترس و دلهور است. فیلمی که شاید یه جورایی به آخر زمان بشر اشاره داره. صحنه فیلم اول از جایی شروع میشه که زن جوونی به دو بچه کوچیک تاکید میکنه تحت هر شرایطی چشمشون رو باز نکنن و به هیچ صدای عکس العمل نشون ندن، وگرنه میمیرن. اونا همگی با چشم بند از خونه خارج میشن و توی مسیر رودخونه به پیش میرن. به نظرتون چه اتفاقی براشون میافته؟ برگردیم به ابتدای فیلم. مالوری یه نقاش جوونه که توی خونه‌اش با تابلوهاش زندگی میکنه. اون ماهای آخر بارداریشو میگذرونه و البته فیلم نشون نمیده پدر بچه کیه. اون تقریبا از همه دنیا بیخبره و تمام ساعت‌های روز مشغول نقاشیه. ظاهر مردم گریزی داره و تنها کسی که باهاش رفت و آمد داره خواهرشه که براش مواد غذایی و خریدهاشو میاره و شاکی از اینکه اون به دیدن مادرشون نمیاد. اون در مورد خبر جدیدی که شنیده میگه، خودکشی وسیع مردم بدون دلیل و منشأ ویروسی یا بیماری که در حال حاضر روسیه و اطرافشو داره طی میکنه. مالوری با خوشخیالی میگه فعلا که از کشور اونا خیلی دوره. برای چکاپ بارداری پیش متخصص زنان میره. دکتر متوجه میشه که اون هیچ علاقه‌ای به تولد بچه نداره و حتی اسم هم انتخاب نکرده. بهش در مورد زوجهایی که حاضرن بچه رو نگه دارن میگه و اینکه نمیتونه وجود اون بچه رو نادیده بگیره. توی سالن بیمارستان صحنه عجیبی رو میبینه. دختری که تا چند دقیقه قبل داشت با تلفن حرف میزد شروع میکنه به کوبیدن سرش به شیشه. مالوری میترسه و فرار میکنه. به خواهرش میگه داره شروع میشه، همونی که تو کشورهای دیگه است و داره همه رو دیوونه میکنه. خواهرش که چیزی از حرفاش متوجه نشده متعجب نگاش میکنه. همون لحظه آمبولانس هاشون برخورد میکنه. همه از سوی بیمارستان فرار میکنن. خیابون به هم ریخته است و ماشینا با سرعت در حال حرکتن. مالوری که حسابی ترسیده هی به خواهرش میگه سریعتر برو. تلفن خواهرش زنگ میخوره. مالوری برمیگره تا از سوی کیف روی صندلی عقب برش داره. ناگهان خواهرش میگه وای خدای من، اون دیگه چیه؟ و بعد همونطور که با ناراحتی به جلو خیره شده سرعت ماشین رو زیاد میکنه. مالوری که حسابی ترسیده سعی میکنه ماشینو کنترل کنه، اما بالاخره خواهرش میکوبه به یه ماشین دیگه و ماشینشون تو هوا به پرواز در میاد. در کمال تعجب هر دوی اونا زنده. خواهرش میشه و میره به سمت خیابون، انگار مسخ شده. نگاهی به مالوری میکنه و خودشو جلوی یه ماشین پرت میکنه و میمیره. مالوری که شوکه شده فقط نگاه میکنه. همه دارن میدونن و شهر کاملا به هم ریخته است. یکی هولش میده و با خودش میکشونه تا ماشینا بهش نزنن. مجبور میشه همراه جمعیت بدوه. یکی دیگه بهش طعنه میزنه و نقش زمین میشه. زنی صداش میکنه بیا تو خونه، بلند شو. و میدوه تا کمکش کنه. شوهرش صداش میکنه، اما زن میگه اون حامله است و نمیشه همینطوری ولش کنی. به سمت مالوری میدوه و وسط پله یهو به یه جا خیره میشه و میگه مامان نرو از پیشم. انگار اونم مثل خواهرش مسخ شده. به سمت ماشینی که آتیش گرفته میره و ماشین منفجر میشه. شوهرش با تعجب از پشت در به این صحنه نگاه میکنه. از توی جمعیت در حال دویدن یه مرد جوون مالوری رو بلند میکنه و میگه پاشو بریم، فقط به زمین نگاه کن. شوهر اون زن تفنگ به دسته و نمیخواد درو باز کنه، اما مرد صاحب خونه درو باز میکنه و مالوری و اون مرد جوون و یه دختر دیگه وارد خونه میشن. اونجا چند نفر دیگه هم هستن. همه ترسیدن و به تلویزیون که شهر آشفته و در حال ویرانی رو نشون میده خیره شدن. تلفن ها آنتن ندارن. هر کدومشون یه نظریه میدن. مردی که مالوری رو نجات داده میگه که با چشمش دیده که همکارش خودشو انداخته زیر دستگاه و مرده. انگار هر کی به اون چیز ناشناخته نگاه کنه یه مشکل پیدا میکنه یا دیوونه میشه و خودکشی میکنه. همه پنجره ها رو میبندن. اخبار اعلام میکنه که مرزها بسته شده و مردم نباید از خونه ها بیرون بیان و از رادیو و رسانه های اجتماعی هم نباید استفاده کنن. مرد عینکی معتقد آخرالزمانه و اینها نشونه های اینه که بشریت به پایان خودش رسیده. تام یا همون مردی که مالوری رو نجات داد مدام حواسش بهشه و حالشو میپرسه که درد یا مشکلی داشته باشه. مالوری گریه میکنه و میگه که خواهرش بعد از دیدن یه چیزی قیافش یه جوری شده، انگار که از یه چیزی ناراحته. اون اهل خودکشی کردن نبوده، اما یهو از ماشین پیاده شده و خودشو کشته. و اون زنی که اومد کمکش هم قبل خودکشی داشته با مادرش حرف میزده. پیرمرد که حرفاشو شنیده با ناراحتی میگه اون همسرش بوده و مادرش 10 ساله که مرده. فرداش در خونه رو میزنن. صدای یه زن میاد که داره التماس میکنه. پیرمرد مخالف باز کردن دره، اما مالوری با گرفتن اسلحه به سمتش وادارش میکنه تا ساکت شه. یه زن حامله دیگه میاد تو که شوهرش مدت تیه به خونه نیومده و به خاطر گرسنگی مجبور شده از خونش بیرون بیاد. اونم مثل مالوری تقریبا ماه آخر بارداریشه. همه نگران تموم شدن آذوقه هستن و اینکه نمیتونن بیرون رو ببینن. صاحب خونه اونا رو به اتاق دوربین‌های مداربسته که اطراف خونه‌شو نشون میده میبره. بقیه مخالفت میکنن، اما اون معتقده که این تصاویر چون غیر مستقیمه مشکلی براشون پیش نمیاره و خودش داوطلب انجام این کار میشه. برای اطمینان دست و پاشو به صندلی میبندن و میرن. اون مانیتور دوربین‌ها رو با کنترل روشن میکنه و منتظر میمونه. بعد از چند دقیقه با شنیدن صداهای همه دوباره برمیگردن. میبینن که اون با زدن سرش به میز و دیوار خودکشی کرده. همه وحشت زده چشماشون رو میبندن و مانیتور رو میشکنن. شب مالوی خوابش نمیبره و تو خونه راه میره. صداهای میشنوه، با ترس به سمت صدا میره. حسابی ترسیده. در اتاقی که ازش صدا میاد رو باز میکنه و میبینه دختر جوونه و پسر قلب بلنده در حال
عذرخواهی میکنه و درو میبنده. تام هم سر میرسه و با فهمیدن قضیه هر دو حسابی خندهشون میگیره. آذوقهشون تقریبا تموم شده. مرد عینکی که تو فروشگاه همون نزدیکی کار میکنه پیشنهاد میده که برن اونجا. تصمیم میگیرن با ماشین برن. شیشه هاشو میپوشونن و با جی پی اس داخل ماشین حرکت میکنن. مرتب به جدول های کناره های خیابون میخورن و از روی اجساد مردم رد میشن. تام برای آروم کردنشون میگه که این عوامل سرعتگیرهای خیابونن. ناگهان متوقف میشن. صداهای عجیب و غریبی میاد. چیزی به شدت ماشینو تکون میده. انگار داره دور ماشین میچرخه تا بیاد داخل. همگی وحشت کردن و فریاد میزنن. تام که یک کهنه سرباز جنگ و جسورتر از بقیه است، ازشون میخواد که محکم بشینن و با تمام نیروی ماشین به پیش میره. بالاخره به فروشگاه میرسن. چشمشونو میبندن و میرن داخل و درو دوباره قفل میکنن. همه چی اونجا هست. خوشحالن و سبداشونو حسابی پر میکنن. مالوری یه قفسه پرنده میبینه و اونم برمیداره. پیرمرد که ماسک کرده پیشنهاد میده همونجا بمونن. برای یه سالشون غذا و همه چی هست و نیازی به خروج از اونجا ندارن. اما مالوری میگه ما عوضی نیستیم و اینجا نمیمونیم. اونایی که تو خونه منتظرن همگی گرسنه‌ن. یکی درو میکوبه، صداشون میزنه و خواهش میکنه کمکش کنن. مرد عینکی صداشو میشناسه و میگه اون همکارش توی فروشگاهه. پرنده ها بیقراری میکنن و مالوری میگه یه خبر بدیه. مرد پشت در درو با قدرت هول میده، با وجودی که چند نفری پشت درن اما اون زورش بیشتره. مدام میگه باید شما ببینیدش. پشت در یه عالمه جسد روی زمینه و یه سایه در حال نزدیک شدنه. مرد عینکی تصمیمشو میگیره، خیز برمیداره و همراه خودش اون مرد رو به بیرون میبره و بقیه درو میبندن. صدای مرد از بیرون میاد که میگه ببینش چقدر خوشگله. بعد از چند لحظه خون از زیر در جاری میشه. اونا با ناراحتی به خونه برمیگردن. مالوری در مورد فداکاری دوستشون برای نجات جون بقیه میگه و اینکه پرنده ها میتونن حضور اون موجود عجیب و ناشناخته رو حس کنن. دختر و پسری که اون شب توی اتاق با هم بودن یواشکی ماشین رو برمیدارن، بقیه رو هم به همون وضعیت رها میکنن و دوتایی با هم فرار میکنن. یکی در میزنه، یه مرد میانسال با التماس میاد تو، میگه که کارمنده و تو خونه یکی از همکاراش بوده که اونا به زور اومدن توی خونه. پیرمرد بهش مشکوکه و میخواد بیرونش کنه. پیرزن از پشت میزنه تو سرش و بیهوشش میکنه. میندازنش توی پارکینگ تا دیگه مزاحمت ایجاد نکنه. مالوری عروسک از فروشگاه به عنوان هدیه برای بچه اونی که خانم حامل اولیمپیا آورده. اولیمپیا که زن شکننده ایه ازش میخواد که اگه اتفاقی برای خودش افتاد قول بده که از بچهش مراقبت کنه. چند ساعت بعد درد زایمان میاد سراغش و میبرنش طبقه بالا. مالوری هم که داره وسایل مورد نیازشو آماده میکنه ناگهان درد میاد سراغش و کیسه آبش پاره میشه. تام سر میرسه و به زور میبرتش طبقه بالا. هر دو همزمان دارن درد میکشن. بالاخره پسر مالوری به دنیا میاد. طبقه پایین مرد میانسال نقاشی‌های سیاه و عجیب و غریب رو از کیفش در میاره و روی میز میچینه. قفس پرنده‌ها رو میذاره توی یخچال. پیرمرد که داره میبینه مرتب به در میکوبه و فریاد میزنه، اما بقیه که طبقه بالان چیزی نمیشنون. مرد روکش پنجره‌ها رو باز میکنه. تام از طبقه بالا میاد. پیرمرد داد و فریاد میکنه، اما تام متوجه نمیشه. نقاشی‌ها رو میبینه، بعدم پرنده‌ها رو از توی یخچال در میاره و ناگهان اون مرد میزنه به سرش و بیهوشش میکنه. بعد هم میاد سراغ پیرمرد. چشماش یه جور عجیبی شده. در پارکینگ رو باز میکنه. پیرمرد بهش خوش میده و چشاشو میگیره. مرد میاد طبقه بالا، بچه‌ها رو با شیفتگی نگاه میکنه. پرده های پنجره ها رو بالا میزنه و میگه ببینید چقدر قشنگه، به بچه‌ها نشون بدین. مالوری و پیرزن چشاشونو میبندن. مالوری از اولیمپیا میخواد که نگاه نکنه و چشمای بچه رو هم ببنده. ازش به زور بچه رو میگیره. اولیمپیا که چشاش به سمت پنجره است، به سمت پنجره میدوه و خودشو به بیرون پرتاب میکنه. مرد پیرزن رو هم به زور میبره لبه پنجره و وادارش میکنه چشماشو باز کنه. پیرزن هم مثل بقیه به شکل فجیع با قیچی خودشو میکشه. در همین لحظه پیرمرد که موفق شده از پارکینگ بیرون بیاد تفنگ به دست سر میرسه، اما چشاشو بسته تا بیرون رو نبینه. موفق میشه مرد رو زخمی کنه. با هم درگیر میشن و بالاخره مرد اونم با قیچی میکشه. بچه ها گریه میکنن و مالوری زیر پتو حسابی وحشت کرده. تام به هوش میاد اما هنوز گیجه. سعی میکنه تفنگو برداره، اما مرد هم از اون طرف دستشو دراز میکنه. صدای شلیک میاد. یکی میاد طبقه بالا. مالوری که حسابی ترسیده مرتب التماس میکنه که به اون و بچه ها کاری نداشته باشه. تام بغلشون میکنه. اون موفق شده از شر اون دیوونه خلاص بشه. 5 سال میگذره و اونا تو همون شرایط با هم زندگی میکنن و البته رابطه عاشقانه ای با هم دارن. اونا به نوبت با چشمای بسته به خونه های اطراف میرن و غذا و مایحتاجشون رو تهیه میکنن. توی این مدت توی پیدا کردن مسیر با چشم بسته حسابی حرفه‌ای شدن. گهگداری هم سر کله دیوونه هایی که توی شهر گشت میزنن تا افراد سالم و گیر بندازن پیدا میشه و اونا قایم میشن. بچه‌ها تو همین شرایط بزرگ شدن با ترس و تنهایی. مالوری حتی اسم هم براشون نذاشته و دختر و پسر صداشون میزنه. تام برای بچه‌ها داستان تعریف میکنه. از پرنده ها و جنگل و آدم های دیگه و خاطرات صحبت میکنه. مالوری با عصبانیت داستانشو قطع میکنه و از بچه‌ها میخوان بخوابن. اون معتقده نباید برای بچه‌ها رویا بافی کرد، وگرنه از فردا راه میافتن بیرون دنبال دیدن بچه‌های دیگه و گل و پروانه و غیره. تام میگه اونا به آینده نیاز دارن، باید به چیزی باور داشته باشن، باید براشون رویا بسازی. هر لحظه جوری بهشون محبت کنی که انگار لحظه آخر زندگیشونه. اون بچه‌ها سزاوار یه مادر واقعی و محبت و عشقن. تو حتی براشون اسم هم انتخاب نکردی. تام همچنان برای پیدا کردن افراد دیگه با بیسین تماس میگیره. یه روز وقتی با هم خوابیدن
کردن یهو صدای یکی از پشت بیسی میاد، یکی به اسم ریک تماس میگیره و میگه که پایگاه امن با غذای کافی دارن. اونا انتهای رودخونه بعد از تنداب هستن. مالوری مرتب علامت میده که تام اطلاعاتی راجع به خودشون نده، اما تام به صحبتش ادامه میده و آدرس دقیق مسیر رو روی نقشه پیدا میکنه. ریک تاکید میکنه تو قسمت تنداب یکی باید با چشمای باز مسیر رو نگاه کنه وگرنه غرق میشن. بعد از تنداب دنبال صدای پرنده ها باشن تا به یه دروازه برسن. ناگهان تماس قطع میشه. مالوری مخالف رفتنه چون ممکنه اون تماس از طرف دیوونه ها باشه. تام هم میگه که چاره ای ندارن چون غذاشون داره تموم میشه، تا اینکه یه روز که به یکی از خونه های اطراف برای غذا رفتن سر و صدای چند نفر میاد. اونا یه دسته از دیوونه هایی هستن که دنبال آدم های سالمه. تام از مالوری میخواد که از پشت خونه فرار کنن و اگه تا 15 دقیقه دیگه نیامد دیگه منتظرش نباشن. مالوری قبول نمیکنه. ریک گردنبندشو میذاره توی دستش و میگه که واقعا عاشقشه. اون تفنگ به دست میره دم در. دیوونه ها سعی دارن نزدیکش بشن. یکیشون مالوری و بچه ها رو در حال فرار از پشت بوم میبینه. تام به طرف صدا شلیک میکنه و درگیر میشن. مالوری به بچه ها موفق میشن از اونجا کمی دور بشن. ریک که خودش هم زخمی شده چشمبندشو باز میکنه، یکی یکی اونا رو میکشه، تا اینکه ناگهان باد میوزه و اون موجود عجیب رو که بهش نزدیک شده میبینه. تام در حالی که چشماش یه جور شده در آخرین لحظه آخرین دیوونه رو هم میکشه و بعد با همون اسلحه خودشو میکشه. مالوری وقتی مطمئن میشه اون دیگه نمیاد بی صدا گریه میکنه، شروع میکنه به جمع کردن وسایل مورد نیاز. بچه ها مدام بهانه تام رو میگیرن. مالوری به بچه ها میگه که سفر سختی در پیش دارن، تمام مسیر باید ساکت باشن و تحت هیچ شرایطی چشماشون رو باز نکنن تا زنده بمونن. اگه به حرفش گوش نکنن میزنتشون. اونا با یه قایق راه میافتن، قرار دو روز توی راه باشن. هر وقت میخواد باهاشون صحبت کنه میرن زیر پتو و چشمانداشون رو در میارن. بعد از چند ساعت صدای یه مرد میشنون که میگه میخواد بهشون غذا بده. سعی میکنه با حرف زدن وسوسهشون کنه. مالوری بچه ها رو زیر پتو قایم میکنه و با چشمای بسته به اطراف شلیک میکنه. ناگهان یکی قایق رو میکشه، به مالوری حمله میکنه و سعی میکنه چشمانداش رو برداره. مالوری به سختی خودش رو خلاص میکنه و بالاخره با یه چیز شبیه شمشیر از شرش خلاص میشه. چند ساعت بعد همینطور که روی آبن یهو یه مانع برخورد میکنه و پسر بچه میفته توی آب. مالوری به سختی با چشمای بسته بالا میکشدش، بچه حسابی یخ کرده. مالوری متوجه میشه که غذا و پتوها هم افتادن توی آب. سر بچه داد میزنه و کاپشن خودش رو تنش میده. نزدیک تنداب میشن. مالوری در مورد سرعت و خطرش توضیح میده و اینکه یکی از اون دوتا باید نگاه کنه و مسیر رو بگه تا اون بتونه قایق رو هدایت کنه. پسرش داوطلب میشه اما مالوری مخالفت میکنه و میگه من میگم کی باید نگاه کنه. به نظر میرسه اون نمیخواد پسر خودش رو فدا کنه. دختر میگه من انجامش میدم. مالوری گریهش میگیره و یاد مادر دختر میفته که ازش قول گرفت مراقب بچهش باشه. چهره تام تو آخرین لحظه که بهش گفت دوستش داره یادش میاد. به نظر میرسه مردد شده و نمیتونه انتخاب کنه. تصمیم میگیره هیچ کسی نگاه نکنه و خودش رو به دست تقدیر بسپرن. وارد تنداب میشن. جریان آب به حدی شدیده که قایقو چپ میکنه و همگی میافتن توی آب. مالوری فریاد میزنه و دنبالشون میگرده. پسر رو پیدا میکنه و صدای زنگی که به دختر داده بود رو میشنوه. دختر موفق شده بره لبه آب و مرتب زنگو به صدا در میاره. مالوری اونم از روی صدای زنگ پیدا میکنه. صدای پرنده ها رو میشنوه و میرن دنبالش. وسط جنگل صدای خواهرش و تام رو میشنوه که مرتب بهش میگن هی مالوری منو نگاه کن. مالوری که حسابی به هم ریخته پاش گیر میکنه و میفته ته دره. بچه‌ها که میبینن خبری ازش نیست، هر کدوم به یه سمتی میرن چون مالوری قبلا بهشون گفته بود اگه اتفاقی براش افتاد اونا جون خودشون رو نجات بدن و منتظرش نباشن. مالوری به هوش میاد و دنبال بچه‌ها میگرده. صدای سعی میکنه بچه‌ها رو وسوسه کنن تا چشمانداشون رو باز کنن و به چیزای قشنگی نگاه کنن. مالوری مرتب فریاد میزنه که چشمانداشون رو بر ندارن. بالاخره پسر رو پیدا میکنه و میپرسه دختر کجاست. اون میگه که دختر ازش میترسه. مالوری یاد حرفای تام میفته که بهش میگفت خیلی به بچه‌ها سخت میگیره. گریهش میگیره و میگه ازت معذرت میخوام دختر شیرینم، متاسفم، نباید انقدر سختگیر میبودم. شروع میکنه داستانی که تام میگفت رو تعریف میکنه. ازش خواهش میکنه بگرده تا بهش چیزای زیادی رو نشون بده. دختر کوچولو میاد تو بغلش. تو جنگل صدا دوباره دنبالشون میکنه و ازشون میخواد تا نگاش کنن. اونا با تمام قدرت میدونن به سختی صدای پرنده ها رو میشنون و میرن دنبالشون. بالاخره به یه در میرسن. مالوری در میزنه و التماس میکنه لااقل بچه ها رو ببرن داخل. صدا همچنان ازش میخواد که نگاش کنه. در باز میشه و میکشنشون داخل. چشمشون رو بررسی میکنن و وقتی میفهمن سالمن میبرنشون پیش اریک. اریک نابیناست و اون پایگاه هم قبلا مدرسه نابیناها بوده. توی محوطه اکثرا افراد نابینان اما بینشون آدمهای سالم زیادی هم هستن. سقف اونجا پوشیده از درخت و یه عالمه پرنده در حال پرواز داره. دکتر مالوری هم اونجاست. از بچه‌ها اسمشون رو میپرسه و مالوری به دختر میگه اسمت اولمپیه و به پسرش میگه که اسمش تامه و میگه منم مادرشونم و فیلم به پایان میرسه. فیلم برد باکس یا قفس پرنده محصول سال 2018 کشور آمریکا است و سوزان بیر اونو کارگردانی کرده. به نظر شما چه چیزی باعث شد تا مالوری که حتی اون بچه رو نمیخواست انقدر فداکارانه جونشو برای بچه‌ها به خطر بندازه؟ لطفاً برام کامنت کنید. اگر خواستید یه لایک هم به ویدیومون بزنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.